سلام علی جان. سلام. سلام. بیدار شد. بگشایید درها را، بجنبانید سرها را، از چپ به راست، از راست به چپ، یساور و قراوار. خورشید تابان شد، شهر گلباران شد، وقت وقت دیدار شد، قبله عالم بیدار شد. خاص تراش باشی بیاید؟ بماند. قصد حمام است؟ نه، روانش کنید برود. سواری خبر میکنید؟ خیر. عزم شکار است؟ خیر. قربان خاک پای جواهر آسای مبارکت شوم، تصدقت شوم. بفرمایید چه میفرمایید؟ با ملیجاج میمانیم. غلام درش شور میزند. یک کلام بفرمایید که سارتی نیست. غلام آب میشود میرود به زمین. الحمدلله رب العالمین. قبراق این پدر سوخته. قربان دهان مبارکتان شوم. تصدقت، تصدقت. ببندید درها را، بدزدید سرها را، نتابید آفتاب هنوز. آرام نوکرها، شب است نروز. بی صدا، نوک پا نوک پا. سلطان خواب است، بیدار نیست. آسوده باشید، قبله عالم بیمار نیست. امروز همون روز است، روز قرن، روز نفس، روز گره، روز کشایش، روز آخر، روز سالهای دیگر. منجم باشی پیر سالیان پیش راز این روز را گفته بود. روز پنج شنبه 12 ذی‌قعده 1313 که امروز باشد. امروز قرنی در طالع من است که اگر به سلامت بگذرد، اگر بگذرد، گرچه باز نوش و نیش در پیش است، 50 سال دیگر سلطنت در پیش است. به فکر باشید، زبانم لال، شاید قرن افتادن همین چلچراغ لعنتی باشد. صدر اعظم و نظم الدوله در دربخانه هستند. چه بی خود هستند. خیلی نزدیک به در، پشت در. یکی یکی بیایند، زود بیایند، زود بروند. روزتان خیر باشد. چه نیت دارید؟ حال و دماغ جماعت نداریم. قصدمان نقاشی است از ملیجک. این از اقبال نقش است که نقاش شما باشید. چه می کنید امروز؟ غلام در تدارک جشن است. بگویید انشاءالله. شهر در امن و امان. بیشتر مراقب باشید امروز، همه جا و همه کس را. خبری شده؟ گزارشی رسیده؟ به آدم ها مواجب داده اید؟ درست روز اول برج. ملی، این پیشتاب از کجا به دست آمده؟ یکی از آدم های نظم الدوله گرو گذاشته پیش یه نفر یهودی. پرسیدم چرا این کار خلاف را کرده ای؟
گفت سه ماه هست مواجبم پس افتاده. میگفت بعضی ها مواجب یک ساله طلبکارن. با این حساب ما بقیه آدم ها باید تنبانشان گرو رفته باشد. با این نظم و دوله و نظمیه وضع نظم شهر کاملا پیداست. خدا پدر مردم را بیامرزد که حال و حوصله بی نظمی ندارم. قربان پاپوش است، تفتین کردند. به سر مبارک قسم خیلی ها چشم دیدن مرا ندارند و نیتشان فقط این است که زبانم لال مرا از چشم قبله عالم بیاندازند. سفارش کن اتصالا برایت خبر بیاورند. تا شب خانه نرو. اگر لازم بدانم تا صبح میمانم. روزش به ما برس، شب پیشکش ایالت. بروید. مرخص میفرمایید؟ برو لای دست پدرت. بسته از داخل، کلیدها پریشال من. خدا از این پدر سوخته ها نگذرد. پیداست در باب این نقاشی چه مهملات میگویند. به خدا که الان همه گوش تا گوش نشستند و سر صبر دارن غیبت ما را میکنند. این غیبت کردن هم لذت غریبی دارد. حقیقتاً اعتیاد آور است. ما که چند وقت است خمار یک غیبت حسابی هستیم. امروز روز غیبت بود. ما پشت سر تمام دنیا حرف زدیم. جز خودمان کس دیگری نمانده. چرا رنگت پریده؟ لازم نیست همه بدانند. هر کسی تو را با این حال ببیند دو به شک می شود. خودت را کاملا باختی. حقیقتا ترسیدم. به سقی سیاه منجم باشی لعنت. توف بریشش. وقت لعنت نیست. خدا بزرگ. همه چیز در ید قدرت اوست. باقی نقش است. الله. اگر قدرت هم می گویند قدرت اوست. این بلا اگر آسمان نیاید زمین در دست ماست. روسیه هم تا قصر خیلی فاصله دارد. من مثل موش به همه جا سر کشیدم. همه چیز مثل دیروزه. حکیم باشی هم آمده. خبرش کردم. پیش خود خبر کردم اگر کسالتی باشد چاره می کند. چاره در دست باشد. باشد. حکیم هم وسیله است. دلم را نشکنید. منت بگذارید. قبول کنید. بیاید. نبضی بگیرد. زبانی ببیند. حالی بپرسد. دل آدم قرص‌تر می شود. زود بیاید، زود برود. امتنا کمانتله و موسیه تلوزان. قبله عالم، سلطان قدر قدرت، در نهایت صحت و سلامت. نبز نبز معتدل. دهان بوی دهان چو بوی هل. زبان بیبار. رنگ رخسار چون گل انار. مقصیر بکن. زیاد فرمایش نیست. برویم سر کار خودمان، نقاشی. نه زیر
کلکراغ نه. خدا رحم کرد ماری جان. اینجا بشین، رو به من بشین ماری جان. صدر اعظم حقیقتاً چه می کند؟ سر گوشی آب دادم، در تدارک جشن است. تشریفات جشن سال پنجاهم سلطان قدر قدرت قوی شوکت بدین قرار معمول می شود. هفت شب هر شب در یکی از نقاط مفصله ذیل انشاءالله تعالی آتش بازی خواهد شد. آتش بازی چه عشقی داره. در تمام شهر، بازارها و کاروانسراها و دکاکین چراغان خواهد شد. به شادی نقل و سکه و گل می ریزم. به شادی به شادی به شادی. حالا مراسم و تفصیل روزها. طبقات مفصله از 6 ساعت به غروب مانده متدرجن با البسه رسمیه شرفیاب خاکپای جواهرآسای مبارک شده و به عموم اشخاصی که در این روز شرفیاب می شوند به هر یک از خواص و چاکران یک قطعه مدال به یادگار این جشن فرخنده مرحمت خواهد شد. صاحب منصبان نظامی و غیر نظامی، ارباب قلم از کشوری و لشکری، شاگردان مدرسه دارالفنون و مدرسه نظامی ناصری، بر چشم بد لعنت بشمار. آقایان میرزا حسن خان، روز پنجم 6 ساعت به غروب آفتاب مانده در میدان مشق. کدام میدان مشق؟ یک میدان مشق که بیشتر نداریم. آقا روز پنجم 6 ساعت به غروب آفتاب مانده در میدان مشق تمام قشن از توپخانه و غورخانه و عبدالخانه افواج و سواره حاضر شده به ترتیبات نظامی مترتب خواهند گردید. قدم رو، نظام جمع، پیشفنگ، پافنگ، نیایش، کلاغ‌پر و مشق نظامی. روز ششم در دوشان تپه اسب دوانی خواهد بود که برای حفظ نظم، چرخ‌بندی و برد و باخت نقدی موقوف است. در این ایام همه روزه در دیوانخانه تخت مرمر انواع موزیک‌های نظامی و غیر نظامی و ضربی توسط موزیکچیان مترنم خواهد بود. جشن بزرگانه این شرم مبارکش با جشن بزرگانه این شرم مبارکش با بله مردم جندنگه آقایان نمایندگان، صاحب منصبان، سروران، ریش سفیدان، وابستگان، هم کرسیان، خوددار باشید. باور کنید من از فرط شعف فشار خونم بالا آمده. حکیم باشی را خبر میکنم در اتاق مجاور زالو میاندازم. جناب اشی کاغذی باشی؟ بله قربان. وزیر تشریفات صورت اسامی کار دیپلماتیک را که در شام 23 ذی‌قعده در دربخانه دعوت دارند خواهند خواند. بله بله شما بخوانید علی جان. بخوانید علی خان. در امان خدا. بفرمایید. خواهش می‌کنم. تقاضا می‌کنم. تمنا می‌کنم. حکیم باشی را خبر کنید. بلا دور آقا با چه شده؟ فشار خونم بالا اومده. اصلا دلک از زیادی خونه. سفارت عثمانی به روسا بر میخوره آقا. روسا به درک آقا. فکر انگلیس ها را بکنی که چقدر مبادی آداب هستن. ای نوکر انگلیس، جیر خار روس، ای بیگان پرست، وطن فروش، اینایی که درد و بلای وزیر مختار روس بخوره تو سر سفیر انگلیس. مال انگلیس بخوره تو سر مال روس. آقایان بی ادب. آقایان همکرسیان من، نور چشمان عزیز من، هم مسلکان منور الفکر من. من که جسارت نکردم آقا. عرض بنده این است که دشمن تراشی نفرمید هست اشرف. بله عرض بندم این است که دوستان را نرنجانید. دوستان شما رو یا دوستان ایرانو؟ دوستان رو دیگه قربان، دوستان. بله اتانسیون اتانسیون موسیو دلاموسیو اتانسیون اتانسیون. من که چیزی نگفتم. اتانسیون چی؟ میبخشید قربان، مثل این که میبایست به فارسی عرض میکردم. بله به فارسی بگید. بله گرچه این روزها فرانسه و فارسی دارد یکی می شود، ولی به علت حضور بعضی از متعصبین کور باطن
عشاق سینه چاک آفتاب لگن و پرد قلم کار و اتاق پنجدری که از صبح تا غروب لاف حب الوطن میزنن به پاسی عرض میکنم. جناب وزیر قربان عنایت بفرمایین. چه ملیتی نیست در جهان به رقت قلب فرانسویان، به رعفت و الفت، شفقت و سخاوت، هرچه باشد فرانسوی ها به گردن این ملت حق دارد. پیداست که همه ملت ها به گردن این ملت حق دارن جز خود ملت. نه سفارت انگلیس. آفری آفری هورا آفری آفری آداب داشته باش معتمد. اون ارواز احساسات این شیشکی را لازم داشت. شیشکی دوپایی. آقایان آقایان سروران عالی جاه بنده، بلند اختران تابنده، آرام صدای شما زالوها را ترسانده. بفرمایید. با این طبان سفارت انگلیس. سر مورتراند وزیر مختار و مامور فوق‌العاده انگلیس. سر مورتراند از اجزای سفارت. مسیو دکتر سکالی حکیم سفارت. میرزا زین العابدین خان منشی سفارت. میرزا یحیی خان. آقا میرزا یحیی خان گویا نام ایشان از قلم افتاده باشه. پس مرقوم بفرمایید جناب وزیر، مرقوم بفرمایید. بده اضافه شد نام میرزا یحیی خان منشی سفارت. فقط آشپز مرقوم باشی رو دعوت نکردن. تا کور شود هر آن که نتواند دید. ندید بدید. برو انگلیس باز مردم ای خفشید. فرمودن خفشین. بله چشم. سفارت روس. بله بله قلم یاد دارم. طرفدار روس هم. سفارت روس. جناب مسیو اشکسک لوف شارژ دافر دولت بهیه روس. مسیو کروکروویچ آب صاحب مترجم اول سفارت روس. کربلای لئون صادق اوف رئیس و نایب رئیس انجمن حفظ نژادهای روس سفید. سفارت فخیمه فرانسه. تمام شد همین؟ سفارت فرانسه. نکنید آقا، با آبروی مملکت بازی نکنید. به این آسودگی مملکت رو به باد ندید. کجاست نام ستن از نام‌آوران سفارت روس؟ کجا هستن ستن از ایران دوستان روسیه ایرانی سفارت؟ کجاست نام موسیو ایرلومانتوف ادب داشته باشه نایب دوم سفارت؟ کجاست نام آن رجال صاحب نام دولت روس؟ کجاست نام موسیو اشتیتر؟ کجاست نام موسیو بایتوشکوف توف بسته سفارت روس؟ کجاست؟ به خاطر این در باغ سبز انگلیس روس عزیز را از دست ندهید. ندهید جناب. انگار نافش را به اسم روس زدن. آقایون آقایون کلام آخر جناب وزیر. حرمت همسایه را نگه دارید. روزهای مهربان لب بود که دندان آمد. بله، جناب بله. وزیر نام هر سه اضافه می شود. این دیگه اتحاف در حق انگلیس. به دل می گیرن آقا، به دل می گیرن آقا. شما یک مهمانی بدهید از دلشان در بیاورید. بنده مهمانی بدم جناب وزیر؟ بله سرکار، مگر نمی گویید که زود خوب به دل خوردی؟ اتانسیان ادب داشته باش. گناه سرباتا. بله آقا. همون کمانچه خودمان از سرنگی ها کجاش کردن میزنه به شونه شون که صدا تو بکنم. واقعا مرد مرحبا مرحبا. مرحبا. صدای کمانچه عالی گری. مرسی مرسی. متشکرم. من در نهایت مروت و انصاف صورت مهمانان فرانسه را تهیه کردم. امیدوارم دستی از آستین بیرون نیاید برای شکستن دل این فرانسویان نازکتر از شیشه. فقط 4 نفر هستند. اگر جمعیت روس با فرانسه مقایسه شود، به نسبت مهمانان روس باید 100 نفر باشند. جناب امین خلوت، بخوانید. مونسیو دومابرا، وزیر مختار محترم سفارت فرانسه. مونسیو کونت دارلو، منشی اول سفارت. مونسیو فرته، مترجم اول سفارت. و میرزا ابراهیم خان، منشی سفارت. همین و همین. موافقت شد؟ بله مسیو،
من به عنوان یک ایرانی از طرف فرانسه از شما تشکر می کنم. بله. محبت و بذل عنایت شد. جناب وزیر، گرچه فرانسه کشور ثروتمندی است، ولی این احسان در حق آنها لازم بود. آقایی کردیم. آقایی کردیم. اینقدر فرانسه فرانسه نکنید آقا. اینقدر ثروت فرانسه رو به رخ ما نکشید. اگر اونجا کشور گل است، اینجا کشور گل و بلبل است. تازه ما بلبل هم داریم که فرانسوی ها ندارن. حالا میگفتید روس یک چیزی. آیان بس است. دیگر ریشش در آمد. این که نشد کار، هر کس با هر کس هست باشد. بی آبرویی هم اندازه دارد. قدری خوددار باشید. کاری نکنید آن روی سگ آقا بالا بیاید. دعوت موقع بفرمایید قربان. به خاطر خدا سرکار شفاعت بفرمایید. من از طرف آقایان قول میدهم که هیچ گونه مشاجره و مداخله و مزاح لفظی و یدی نشود. غلط کردن قربان، بول و قایت خوردن. قبول است؟ خوردیم تمام. شاید بهتر بود من نقاش می شدم. نقاش عیاش خوشنام است و سلطان کامران بدنام. قدری شراب بیاورم. البته بردو تمام شده است. آب تربت تمام نشود. شراب فدای سرت. هرچند اگر ترس از خدا نبود، مست از دنیا رفتن هم عالمی داشت. باز که حرفای نشدار می زنید. هرچه قسمت باشد می شود. اگر قسمت نباشد، نیش مار کبرا هم کارگر نیست. ملی جان، پدر سوخته کی هستی؟ منم قربان، کوچیک شما، کریم خان شیره ایست قربان. سر شوخی نداریم. از عاقبت امروز خبری نیست، اما هرچه هست جدی است. برو کریم، امروز حوصله‌ات را نداریم. سالیونی سال ما حوصله شما را نداشتیم قربان. حالا یه رشم شما حوصله ما را نداشته باشین. این دیگر از اسرائیل هم بدتر است. خدا مرگت بده کریم. گردنم خشک شده. بلند شو قدمی بزن. آب میخوری؟ بیاور. آقای بیای کمی آب بری دست من. امضا کرد. به دلم نمی چسبد. چشمم را نگرفته. کار چشم گیری نیست. بیا ببین ملی جان می پسندی. حکمان نقص از نقش است. نه پسر جان، نقص هیچ وقت از نقش نیست. نقص همیشه از نقاش است. وقت گذرانی بود، تمام شد.
تمام شد. وقت دیگر گذشت. تمام شد. تمام شد. تا غروب کامل. چیزی نمونده. مثل افتادن سیبی از درخت. بله. یک سیب را به هوا بیندازی هزار چرخ میخورد. چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. هنوز نمیشود حکمی داد. تمام شد. تمام شد. قرن گذشت. 50 سال دیگر با هر روزش میشود کاری کرد. امشب را باید خوش گذراند. کار باشد برای روز. عملیات طرب و عملیات خلوت را خبر میکنم. دسته کریم را صدا میکنم. امشب شب بزم است. دلم را نشکنید. قبول کنید. هر چه دلت میگوید بکن. بعد از نماز قبل از شام بیای. باشد. نمایشنامه کمدی انتقادی مراسم آشپزان در سه پرده بی پرده با شرکت به قلم زیر نظر تنظیم تدوین شعر آهنگ دکور لباس و کریم کریم شیری. نمه که کار ما بی نمکا رفتنی تو کوچه اینا اونه. اگه عاقبت کار بند و زندونه ما را به خیر شما را به سلامه. دیگه ما حوصله بند و زندون نداریم قربان جون شما. والا دیگه ما طاقتی کشیدنی ناخون و دندون نداریم قربان. الامان سلطان خوبانی الامان. بلبل آقای ما را در میها برات دارید. بازی میکنید؟ بازی میکنم. خوبم بازی میکنم. ببره بیاره ببره بیاره ببره بیاره ببره بیاره. ادا در نیار. تو در نیار. ای بس ممکن دی خلایق ما را بدونه. شکل خودم پدر سو دلم حوث آش کرد. یه آش فرماش کرده. مراسم آشپزان را برقرار میکنیم بینام ملت و بکام ملزک. یه خوردشم بلیله رشته برشته دار. ما آش رشته دار. مرداغ و نن و داقش بانشن و کشت نابش اول حفا میکنن همه را چفا میکننش. مار آدم فقیر آش سقیر و کبیر. مار آدم فقیر. مار سفیر کبیر. سفیر انگلیسه نخیر سفیر روسه. مطمئن آدم ها نکنید کسی پامو میلیسه. پریله با مریله یه خوردشم رشته برشته دار. ما آش رشته دار. سیرداغ و نن و داغش بنشن و کشت نابش اول حپا میکننش همه رو چپا میکننش. آقای اون مطربان مطابق بیاز آش دیگه پخته شده. چقدر هم میزنید؟ آش حاضر قربان. بفرمید هم بزنید. تبرک بفرمید. یا الله بی تگلا بی جل زیر بکلش بانش بد بانش بد بفرکا که دولانش بد. چی بهتر از این که دولت آش بپزد برای ملت کامل رقبت با شادی و لذت تا پیاله آخر بدهید به مردم. فقط یک کاسه مازخوره بفرستید برای ملک. یک قدح بفرستید برای قبله عالم تبرک بفرمایند. یکی دو پیاله هم لب بلب برای آدم های صاحب نام صاحب لقب. مفتنا دوله مادم به خود دوله مزدب و دوله مخنس و دوله مؤنس و دوله منفس و ممالک مسلط و ممالک مربع و ممالک محلق و مسائل مؤلف و ممالک ملقلق و ممالک مخفت و دوله مخفت و
دیگر وقت خواب است. انشالله فردا صبح به زیارت شاهزاده عبدالعظیم می روید. تصور می فرمایید فردا رفتن لازم باشد با این همه کار؟ اگر قسمت باشد بله. اگر دیروز بود این را به فال بد می گرفتیم، اما پسر جان هرچه بد شگون و هرکه بد نفوس باشد حنایش پیش بخت ما رحم ندارد. اولین مرحمت ما شامل حال منجم باشی خواهد شد. به شگون این روز فرخنده برایش خلعت بفرست، شال ترمه، پول طلا، مستمری دیوانی. روز روز ماست، فصل فصل ماست، سال سال ماست. یک شاطر روانه کن زودتر برود، برو پی کارت، منتظر من نگذار. امروز قصد زیارت هست، خودت را آماده کن برای زیارت. سلطان ابن سلطان ابن سلطان و خاقان ابن خاقان ابن خاقان سلطان صاحب قران. بالا ملی جک. خدا نگه دارد، دست حق به همراه باشد. برو به سلامت، خدا حفظت کند. منجم باشی خاص سلطان به پاس یک پیشگویی بزرگ قبای خلعتی سلطان را پوشیدم و هم نامه محبت آمیز سلطان به دستم رسید.
سلطان مرقوم فرمودند قرن گذشت، ولی من که 50 سال پیش این پیشگویی را کرده ام میگویم تقدیر بازی خودش را کرده. سلطان یک روز اشتباه کرده. قرن دیروز نبود، امروز است. هنگامه غریبی است. پالگونی که قزاق باشی با تمام سواره قزاق به تاخ رفتند حضرت عبدالعظیم و هم حاجی علی قلی خان بختیاری با تمام سوارهای بختیاری، همینطور میرزا ابو تراب خان نظم الدوله که در التزام رکاب ملوکانه بودند شخصا مشغول تحقیق هستند. Thank you.
تصور نمی کنم شایعه تیراندازی به یکی از شاهزادگان یا حسین قلی خان حاکم حضرت عبدالعظیم صحت داشته باشد. مسئله عمده تر از این حرفاست. در نهایت تأسف باید بگویم ظن من این است که تیراندازی به جانب شخص مهمتری شده. فعلا موضوع مسکوت بماند بهتر است. چی شده؟ آقایان چی شده؟ نمیدانم به چه صورتی عرض کنم. حقیقت را بگویید میرزا حسن خانم. گویا این تیر را به قبله عالم انداخته باشند و به پای مبارک خورده، ولی الحمدلله هیچ عیبی نکرده. چه میگویید میرزا حسن خانم؟ آنم گفتن الان یک نفر بفرستید شاهزاده عبدالعظیم خودش قبله عالم را ببیند و خبر سلامتی بیاورد. ای آقا، دروازه حضرت عبدالعظیم را به حکم حضرت صدر اعظم بستن، هیچ کس را نمیگذارن برود یا بیاید. بله آه. یعنی میفرمایید ما همینطور دست روی دست بگذاریم؟ آقا برید کنار، متفرقشید، برید کنار، برید پیکارتون، برو آخف، برو کنار. مطرب نباشید. تیری که به جانب قبله عالم رها شد کارگر نشد. قبله عالم الحمدلله عیبی نکردند، فقط به واسطه صدمه جزئی که به پایشان خورده قدری ضعف و بیماری دارند. امروز نمیتوانند بنشینند، فردا سلام عام خبر کردند. دستهایش را باز کنند، زنده ماندنش خیلی فایده دارد و مردنش خیلی ضرر. در این مستراح نمور تلف می شود. اجازه بدهید یک چیزی تنش کنم. بیا 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 بیا
قلیان میل دارید؟ خیر. حکم منع تحریم دخانیات مدت هاست که داده شده. یا شما از آن بی خبرید یا به دوستان قسم خوردتان وفادار. از شما سوالاتی باید بشود. من میل دارم استنتاق نباشد، یک گفتگوی دوستانه باشد، اگر مرا دوست خود میدانید. این کاملا بستگی داره به شما. پس دوستانه میپرسیم، دوستانه جواب میدهیم، برای روشن شدن حقیقت. اسم و اسم پدر. من میرزا رضا، پسر ملا حسین اقطایی، معروف به ملا حسین پدر هستم. از استانبول چه وقت حرکت کردید؟ روز 26 ماه رجب 1313. به حضرت عبدالعظیم کی وارد شدید؟ روز 2 شوال 1313. در راه کجاها توقف کردید؟ در بارفروش، در کاروانسرای های سدوسن، 41 روز به واسطه بند بودن راه. از استانبول که حرکت کردید چند نفر بودید؟ چه کسانی همراه شما بودن؟ من بودم و شیخ ابوالقاسم. شیخ ابوالقاسم کیست؟ برادر شیخ احمد، اهل کرمونه، سنش 18، شغلش خیاطی. این شیخ ابوالقاسم که میگویید با شما به چه خیال حرکت کرد؟ برای ای که بره کرمون. حالا دیگر نمیدانم اونجا هست یا نه. اینجا بعضی اطلاعات رسیده که در موقع حرکت غیر از شیخ ابوالقاسم شما همسفر دیگری هم داشتید. به علاوه بعضی دستورالعمل‌ها هم از طرف آقا سید جمال الدین به شما داده شده بود. تفصیل آن چه چیز است؟ بهتر است تمام جزئیات را بگویید، چون محکمه حاشیه‌روی را می‌پسندد به جهت راهیابی به متن ماجرا. غیر از شیخ ابوالقاسم کسی با من نبوده. شاهد بر این مطلب غلامرضا آدم کاشف السلطنه است. غلامرضا قبل از آمدن ما 20 روز جلوتر حرکت کرده بود. ما در قهوه خانه‌ای که در باتومه و جمعی ایرانی اونجا هستن غلامرضا را دیدیم. چند روز بعد غلامرضا منزل انتظام و دوره رفت و 3-4 روز بعد آمد. در حالتی که لباس سفرش را پوشیده بود با من خداحافظی کرده روانه تهران شد و ما به بارفروش آمدیم. در کاروانسرای های سدوسن منزل کردیم به واسطه بند بودن راه که گفتم. دستورالعملی که میگویید از آنجا داشتید نگفتید در باب چه بود؟ دستورالعمل مخصوصی نداشتم، الایی که سید میگفت اینا ظالم هستن، از این قبیل حرفا. پس شما از کجا به خیال قتل سلطان شهید افتادید؟ از مصیبت هایی که در خانه کامران میرزا به سرم آمد. 4 سال در کند و زنجیر بودم. کسی که با شما غرض و عداوت شخصی نداشت، پس معلوم است که در همان وقتم در شما بعضی فتنه و فساد دیده بودند. گرچه بیماری هرج و مرج طلبی سید مصری است، اما شما ذاتاً آمادگی این مرض را داشتید. خیر، الحالم حاضرم بعد از این مدت اگه کامران میرزا حاضر بشه آدم بی غرضی تحقیق کنه. میگویند جناب کامران میرزا در همان موقع به واسطه نوشتن کاغذجات مفسدانه که بر همه کس معلوم شد شما را گرفته است. پس بفرمایید تحقیق کنید. در صورتی که شما اقرار میکنین تمام این صدمات به واسطه کامران میرزا به سر شما آمده، سلطان شهید چه تقصیر داشت؟ شما بایستی تلافی و انتقام را از آنها بکنید که سبب ابتلاء شما شده بودند. علت عناد کامران میرزا با شما چه بود؟ باید قدری به عقب برگردیم. بعد از اینکه املاک پدریم رو حاکم وقت به زور گرفت، من از کرمون به یزد رفتم. مدتی طلبه بودم و تحصیل می کردم. بعد به تهران آمدم. پس از چندی به شغل دستفروشی مشغول شدم. 5-6 سال قبل از او گرفتاری اول. کامران میرزا قریب 1100 تومان شال و خز از من خرید. مدت ها از برای پولش دوندگی کردم، افاقه نکرد. آخر رفتم بنای فحاشی گذاشتم.
300 تومان از پولم را کم کردم، الباقی را گرفتم. نوکرای کامران میرزا با مشت و پس گردنی از خانه بیرونم انداختن. چرا بار دوم سراغ اونها رفتید؟ منو خواستن تا از من اسنادی بگیرن. شما که آدم عاقلی هستید و میدانستید نباید همچون سندی داد، چرا دادید؟ و اونها به چه عنوان از شما سند گرفتند و چه گفتند؟ منو اقفال کردن که کامران میرزا میخواد از تو دلجویی کنه و چون تو در میان مردمی و از مردمی بهتر درد اونها رو میدانی. گفتن کامران میرزا میخواد به درد مردم برسه، حرفای اونها رو به گوش سلطان برسانه و برای این مهم تو رو برگزیدن. بگو هرچی تو از درد مردم بگویی، یقین بدان که باری از دوش این ملت برداشتی. در میان تمام طبقات مردم حرفم هم است، بلوا و شورش خواهند کرد. مسئله تنباکو رو قبل از وقت علاج کنید. تو دلسوز سلطانی، تو پسر سلطانی، کشتی دولت به سنگ خواهد خورد. زیر بنای این عمارت قدیمی سوز شده، دیوارها شکم داده و سقف آن در حال فرو ریختنه. این سقف به سر تو هم پایین خواهد اومد. همین مطالب را بنویس، ما نشان میدهیم و میگوییم در مسجد شاه افتاده بود، پیدا کردیم. آن وقت در صدد اصلاح برمیآیند. وقتی درد مردم را فهمیدن، آن وقت به فکر درمان میافتند و چاره میکنند. بالاخره باید یک نفر حقایق را به ایشان بگوید. به جان قبله عالم قسم میخورم که در این کاغذ برای تو هیچ خطری نیست، بلکه بر دولت واجب است که در حق تو مواجب برقرار کند. در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. من همینجا نامه را می‌نویسم. از خیال شورش دارید؟ میخواید مردم رو بر علیه حکومت تحریک کنید؟ مجلستان کجاست؟ رفقایت چه کسانی هستن؟ کجا دور هم جمع میشوید؟ چه مجلسی؟ چه رفیقی؟ من با همه مردم راه دارم. او چه گفتم از همه دهنها شنیدم، حالا کدام مسلمونی رو گیر بدم؟ مغارش بیارید. برون کن، نه مسلمون! یونشان، نه مسلمون، یلا بگو، بگو جونشان، حواس بزن. چاقو و مقراض رو که از شدت خوشحالی فراموش کرده بودن رو قلمدان بذارن، در میان اتاق، همونجا روبروی من بود. نگاه به چاقو کردم، کامران میرزا ملتفت شد. چاقو رو برداشت، اما مقراض رو گذاشت روی میز. من چون مقراض رو روی میز دیدم، به قصد ای که خود رو به مقراض برسانم گفتم داغ درفش لازم نیست، شما بفرمایید بشینید تا تفسیر رو براتون عرض کنم. باشد، اگر دوست ندارید به زور حرف بزنید دوستانه رفتار میکنیم. خودم رو به مقراض رساندم. شکم خود را پاره کردم، خون سرازیر شد. ما بین جریان خون بنای فحاشی را گذاشتم. پس از اون مضطرب شدم، زخمم را به خیه زدن. بعد از اون مجلس 4.5 سال من بیچاره و بیگناه رو که به خیال خودم میخواستم خدمتی به مردم کرده باشم، از این محبس به اون محبس، از تهران به قزوین، از قزوین به انبار، در زیر زنجیر مبتلا بودم. در این 2.5 سال آخر 2-3 مرتبه مرخص شدم، ولی دوباره به زندان دیگری رفتم. و در همین زندان ها بود که با خیلی آدم های محترم آشنا شدید و با آن جماعت دزد و آدم کش در باب نجات نوع بشر حرف ها زدید. واقعا خدا خیرتان بدهد. ایالم طلاق گرفت، پسر 8 سالم به خانه شاگردی رفت، بچه شیرخوارم به سر راه افتاد. چه شد که به خیال قصد کامران میرزا نیفتادید و دست به این کار بزرگ زدید و گله‌ای را بیچوپان کردید؟ پیداست که جوابی برای گفتن ندارید.
آخری گله های گوسفند شما مرتع لازم دارن که چرا کنن. شیرشون زیاد شه که هم به بچه های خود بدن هم شما بدوشین. نه ای که متصل تا شیر دارن بدوشین، شیر که ندارن گوشت تنشون رو ببرین. گوسفند های شما همه رفتن، همه متفرق شدن. چرا باید یک آدم فقیر زن منحصر به فرد خودشو طلاق بده ولی خودشون صد تا صد تا زن بگیرن؟ نتیجه ظلم همینه که میبینی. این پنج تیر از کجا آوردی؟ او ده تیر روسیه. ساکت. در بارفروش از شخص میفروشی که برای بادکوبه میوه هم میکرد به سه تومان و دو قرون به انزمام پنج فشنگ خریدم. آن وقت که خریدید به همین نیت خریدید؟ خیر، برای مدافعه خریدم، به خیال کامران میرزا. من شنیدم که گفته بودی در شب چراغانی شهر هنگام جشن سلطان شهید که سلطان به گردش می آمده است این کار را میخواستی بکنی. خیر، من همچو اراده ای نداشتم و این حرف من نیست. پس آنطور که به اصطلاح بوده خودت بگو. پنجشنبه شب شنیدم که سلطان فردا به حضرت عبدالعظیم میان. روز جمعه نشستم در خانه، عریضه بلند بالایی نوشتم که به من امان بدهند در تهران پیش فرزندم بمانم، چون من طاقت نداشتم دور از شهر و دیار خود بمانم. در عریضه از صدر اعظم استدعا کرده بودم کاری کنه کامران میرزا دست از سر من برداره و بگذاره من در تهران بال سر پسرم باشم. امان وقت عریضه را نوشتم و در بازار منتظر ورود صدر اعظم شدم. بعد از چند ساعت که آنجا منتظر ماندم، یک بار از خیال دادن عریضه منصرف شدم. به خودم گفتم عریضه به حال من کارگر نیست. برگشتم خانه، تپانچه را برداشتم، آمدم از درب امامزاده حمزه رفتم تو حرم تا ای که سلطان وارد شد. آمد حرم، زیارتنامه‌ای مختصری خوانده، خواست نماز بخواند که منصرف شد. اول می رویم زیارت امامزاده حمزه، نماز قضا نمی شود. به طرف امامزاده حمزه خواست بیاید، تپانچه را آتش زدم. سلطان شهید به طرف شما مستقبل می آمد و شما را می دید یا خیر؟ بله. در حضرت عبدالعظیم که بودید شیخ حسن مثل آن سفر سابق پیش شما می آمد، شما را می دید یا خیر؟ نه والا، من بهش سلام کردم اما شیخ حسن آشناییم نداد. سایر اهالی حضرت عبدالعظیم هم نه با من حرفی زدن. شیخ حسن اینجاست. این شخص را میشناسید؟ شما چطور؟ بله، این شخص شیخ حسن پسر دایی شیخ محمده. به ما گفتن دو سه مجلس با شما صحبت کرده. بله راسته. آن روزی که همین شیخ با شما به تفرج آمده بود، کاهو و سرکه شیره خورده بودید، در ضمن صحبت شما چه گفته بودید که او این شعر را خوانده بود؟ شیخ حسن چه بود آن شعر؟ دنیا نیرزد به آن که پریشان کنی دلی. خیلی قریبه که من به یه همچه آدم ضعیف العقلی بعضی صحبت ها بکنم که اون به مناسبت یک شعری هم خوانده باشه. همان روز بعد از خوردن سرکه شیره و کاهو که مراجعت کردید به شهر، شیخ حسن گفته سه نفر به شما رسیدند، یک سید، یک طلبه و یک مکلا. با شما کنار کشیدند و به قدر سه ربع ساعت با شما نجوا می کردند. بعد آنها رفتند و شما به منزلتان رفتید. آن سه نفر چه کسانی بودند؟ هر سه مسافر بودند. از وضع راه پرسیدند و نشانی گرفتند. کجا رفتند؟ شما اطلاع دارید؟ شیخ حسن گفته نام شهری رو شنیده. نام آن شهر چه بود؟ همدان. به طرف همدان رفتند؟ بعضی چیزها رو گوش حلال زادن نمیشنوه. خیر والا، من هیچ نمیدانم آنها به کدام سمت رفتند. همینقدر میدانم سر درا استخاره کردن که به کدام سمت برن. استخاره آنها به طرف کهریزک راه داد و رفتن. خادم بیای تو.
شنیدم شما در لحظه مرگ سلطان شهید حضور داشتید. این مرد را قبلا هم دیده بودید؟ من این ملعون را بارها در حرم دیدم. چند بار هم به من سلام کرد، اما چون آدم بدنامی بود من به او ابدا اعتنایی نکردم. هرچه در آن روز شوم دیدید جهت اطلاع ما بیان کنید. حقیر خادم مقبره خانم فروغ و سلطنه هستم. آن روز که سلطان شهید رحمت الله علیه به زیارت آمدند امر به قرق نبود. با این حال من درب مقبره را از داخل قفل کرده مشغول روشن کردن لاله ها بودم. چون می دانستم قبله عالم هر بار به زیارت می آمدند، برای خواندن فاتحه به مقبره خانم می آمدند. من قصد داشتم قبل از آمدن قبله عالم آرامگاه کاملا پاکیزه و لاله ها روشن باشد، که ناگهان صدای تیری به گوشم خورد. حقیقتش این است که بر جای خودم خشک شدم. درها رو ببندید. هیچ کس نباید این موضوع را بداند. شهر شلوغ می شود. مردم همدیگر را می خورند. هیچ کس را راه ندهید. شما بروید بگویید تیر به پای قبله عالم خورده و ضرب کردند. خودشان با زبان مبارک به بنده فرمودند باز کن، من هستم. در این مدت که در حضرت عبدالعظیم منزل کردید به شهر نیامدید؟ چرا؟ یک مرتبه مستقیما به منزل شیخ هادی رفتم. شب هم اونجا بودم. از من پذیرایی کردن. یک تومانم خرجی از ایشان گرفته، همانطور که مخفی به شهر آمده بودم مجدداً به حضرت عبدالعظیم مراجعت کردم. دیگر به شهر نیامدید؟ و با کسی ملاقات نکردید؟ خیر، ابداً به شهر نیامدم. پس پسرت را کجا ملاقات کردی؟ پیغام فرستادم پسرم را آوردن حضرت عبدالعظیم. چند روزی اون رو نگاه داشتم. همراه پسرت کی آمد به حضرت عبدالعظیم؟ مادرش که مدتی مطلقه است پسرم را آورد. شما از کجا در تمام این شهر حاج شیخ هادی را انتخاب کردید و به منزل او رفتید؟ در خانه حاج شیخ هادی به روی همه بازه. از کجا برای ایشان مکتوبی نداشتید؟ مگر پستخانه و وسایل دیگر قحطه که به توسط من که همه جا متهم و معروف هستم برای کسی مکتوب برسه؟ وانگهی مگر مردم خودشان خبر ندارند آقا؟ آن روزی که آقای امام جمعه به حضرت عبدالعظیم آمده بودند و تو رفتی و دست ایشان را بوسیدی، چه گفتی به ایشان و ایشان به تو چه گفتند؟ رفتم داخل حرم. آقای امام جمعه آمده بودند زیارت. به من اظهار لطف و مهربانی کردند. ایشان گفتند کی آمدی؟ آمدی چه بکنی؟ آمدم بلکه یه طوری امنیت پیدا کنم، بروم شهر پیش پسرم، خدمت صدر اعظم وساطت کنید کار مرا اصلاح کنه تا از شر کامران میرزا آسوده بشم. شهر آمدن ندارد. این روزها شهر به واسطه نان و گوشت به هم خواهد خورد و بلوایی خواهد شد. اینجا بمانی بیشتر در امانی. در استانبول سید به تو چه میگفت؟ سید از من محرمتر نداشت. سید وقتی که به نطق میافتاد اتصالا میگفت، مگر میشد همه را حفظ کرد؟ بگذارید، در صورتی که شما در استانبول به آن احترام که میگویید بودید، دیگر به ایران آمدید چه کنید که اینقدر به این در آن در بزنید، التماس کنید که برای خودتان امنیت حاصل کنید؟ حقیقتا حرف غریبی میزنید آقا. درسته که در انظار هیچ کس بعد از سید به احترام من نبود، اما اگر جای خود سیدم بودم باز آنجا نمی ماندم، چون شهر و دیارم اینجا بود، وطنم اینجا بود، پسرم اینجا بود. پسرت؟ بیاریدش دنباله بر. Thank you.
درباره موضوعی که خواسته بودم تحقیق کنید چه کردید؟ توانستید شخصی را که میرزا رضا به وسیله او در آن بالاخانه منظور کرده بود پیدا کنید؟ حضرت اجل مسبوقم که بنده هشت و نشت زیادی با فراش‌های سهم ندارم، اما حسب الامر در این چند روزه با آنها محشور شدم. خب بالاخره معلوم نشد کی به این مردی که تو صحنه حضرت عبدالعظیم جا داده. در باب واگذاری آن بالاخانه به میرزا رضا از تمام فراش‌های حضرت تحقیق کردم، منکر شدم. فراش باشی هم در آن اوقات واقعا به علت کسالت خانه نشین بوده است. علی ای حال زن من در این میان تنها به مشهدی ابوالقاسم است که اختیار فراش‌ها در نبودن فراش باشی به دست ایشان است، که ایشان هم قسم قرآن خوردن که به میرزا رضا جا ندادن. پس آخه کار کدوم پدر سوخته است؟ نه ترس پسر، با تو کاری ندارم. یه چند تا سوال ازت دارم که اگر پسر خوبی باشی و راستشو بگی، همین الان با مادرت میفرستمت بری خونه. اما اگه دروغ بگی میدم تو مبال حبست کنن. یادت میخواد؟ نه آقا، نه به خدا. اسمت چیه؟ تغییر. اسم پدرت؟ میرزا رضا. چند وقت بابات از استانبول برگشته؟ ننم گفت بابات پیش از این از سفر میاد. تو کی رفتی پیش بابات؟ بعد از 13. کی بهت گفت بری پیش بابات؟ ها؟ کی گفت؟ یکی اومد باشه در حیات. خب به ننم گفت تغییر رو بری پیش باباش، باباشو ببینه. من اونو ندیدم. صداشو که شنیدی؟ مرد بود؟ پیرمرد بود؟ جوون بود تو خوشن؟ اون یارو برده پیش بابات؟ نه آقا، اون یارو فقط اومد پیغوم و بابامو داد و رفت. نرم گفت پاشو تقیی، بابات برگشته. بعد با هم رفتیم شاه عبدالعظیم. از کجا میدونستیم بابا تو حضرت عبدالعظیمه؟ نرم گفت بابات بریم شاه عبدالعظیم. نکنه اون یارو هم همراهتون بود؟ با اون رفتی پیش بابات؟ ها؟ نه به خدا، هیچکی بابا نبود، فقط من و ننم بودی. مادرت باهات اونجا موند؟ اومد منو گذاشت پیش بابا، خودش برگشت رفت خونه. چند شب پیش بابات موندی؟ یه هفته. تو این یه هفته کیا میومدن اونجا؟ دوتا داداش بودن، یکیشون پیر بود یکیشون جوون. به جوونه میگفتن نایب غلام حسین. نایب غلام حسین بیشتر میومد. بابات و نایب غلام حسین تو اون بالاخونه چیکار میکردن؟ قلیون میکشیدن و یه ریش حرف میزدن. هیچ وقت نایدی نایب غلام حسین به بابات پولی چیزی بده؟ نه آقا. اونا چه حرفایی میزدن؟ خیلی حرفا میزدن آقا، اما به خدا من از حرفاشو سر را نمیوردن. اینقدر حرف میزدن که من حسن سر میرم، میرفتم تو حیات. هیچ حرفی از سفر خودش به استانبول نمیزد؟ من چه میدونم. خب حالا خوب حواستو جمع کن، از سید جمال الدین حرفی نمیزد؟ چرا؟ خب چی میگفت؟ هر وقت حرفم میشد به من میگفت برو آب قلیون عوض کن، برو تو حیات یه هوایی بکن. خلاصه منو میفرزد به این نقدزی ها. منم گیرگمانم و همین رشته میرفتم سراغ گنجشگاه. خب پدرت هم خونه نایب غلام حسین میره؟ یه روز نایب غلام حسین اومد گفت میخواد ما رو ببره نهار خونه خودش. تو و بابات هم رفتیم. خب از خونه نایب غلام حسین هرچی یادته تعریف کن. جای شما خالی آقا، نهار مفضلی بود، یه دوره شیویل پلو بود، یه دوره چلو خورش قیمه و قرمه سبزی با ماست و ترشی و دوغ. تا هفتم اونجا بودی. موقع اومدن شیرینی آوردم و چای شیرینی خوردی. اونجا از چی صحبت میکردن؟ من همش اون روز حواسم تو غذاها و شیرینی ها بود. پس هیچ وقت بابات در این مدت از آقا سید جمال الدین صحبت نمیکرد؟ چرا وقتی تنها بودی؟ خب بگو ببینم چی میگفت. همیشه حرف آقا رو میزد. از این آقا چی میگفت؟ میگفت آقا خیلی بزرگه، آقا خیلی آقا. میگفت وقتی بزرگ شدی اگه عمری بود میبرم دستوس آقا. همین؟ آره آقا. تو با کی برگشتی شهر؟ با مادرم. پدر سگ، تو چی گفتی؟ به خدا راست گفتم آقا، مادرم اونجا نبود. روز آخر اومد عقبم، شبم اونجا مون، صبح هم برگشتیم رفتیم خونه. اونجا که بودی وقتی بابات میرفت شهر نمیگفت کجا میره؟ نه به خدا آقا. تو هم ازش نمیپرسیدی؟ کتکت میزد؟ نه آقا، خوشش نمیومد بی خودی با شهر بزنیم، حواسش همش یه جای دیگه بود. دلت میخواست این مردی که بابات نبود؟ نمیدونم آقا، آقا من همش یه هفتتون رو دیدم. Thank you.
خون مرسی که قرم دنگ پس اومدی چیکار؟ همونجا نایی دست آقا میموندی آخه به تو هم ناسلامتی میگن پدر؟ تو چه پدری در حق این بچه کردی؟ فقط بلد بودی بری زیر لحاف پسش بندازی ولش کنی با امید خدا؟ حالا هم که داری از دار دنیا میری اینم شد ارث و میراث که واسه این بچه گذاشتی؟ یه خروار قل و زنجیر؟ عوض سن ناسه شیخ خرجی دادن؟ این چه بلایی بود که سر این یه جوجه زن و این یه الف بچه آوردی؟ چونه از بودنت خیلی ببینن نه از نبودنت. شوهرت کی از استانبول برگشت؟ تا وقتی پیغون پسخون فرستاد تغییر رو بیار من ببینمش دلم تنگ شده. نمیدونستم کی برگشته. اون روز که اون یارو اومد عقب تغییر خبر شدم. بعدشم من دیدم ناسلامتی باباشه. خدا رو خوش نمیاد بچهش رو نبینه. خودم تغییر رو بردم پیشش. شب اونجا موندی؟ استغفرالله. من به این مرد حرومم آقا. کلی وقت منو طلاق داده. پس چطور وقتی رفتی تغییر رو بیاری شب اونجا موندی؟ دیر وقت بود. تغییرم پاشو کرده بود توی یه کفش که صبح میام. لاعلاج شدم. جخ پسرم همراهم بود. کجا خوابیدی؟ تو همون بالا خونه. یه طرف منو تقی، یه طرفم بابای تقی. خدا شاهده چش به هم نزدم تا سفیده زد. هیچ حرفی این دو دفعه که تو رو دید نزد؟ حرفی که حرف باشه نه. الا اینکه گفت چی کار میکنی؟ از کجا میاری میخوری؟ مگر در این مدت برای شما خرجی نمیشد؟ در این قضیه پاپاسی پای زن دیگری در میان بود. ای آقا، ای کاش اهل اینجور حرفا بود. من که منش نمی کردم. شکر خدا زن شوهری هم نیستم. من نمیدونم شما بی خودی عقب چی می گردین. این مرد عاشق سید بود. نمیدونم چی بود. از وقتی سیدو بردن مثل دعایی ها شده بود. شب و روز نداشت. به صدیقه طاهره اگر غیر از این باشه شما بدین پرسجو کنن. اگه من یک کلم حرف دروغ گفته باشم بدین سر منو بزنن. وقتی این نظر زن و بچت باشه وای به حال دیگران. پیداست مردم چه نظری دارن. والا چی بگم. ای داد بیداد. میخوایی نظر سیدو درباره خودت بدونی؟ شما سید چه میدانین؟ هرچی ندونم اینو خوب میدونم که الان داره به ریش تو میخنده. اگر سید به ریش من میخنده حکمان ریش من خنده داره. افشو مرچ که پدست سوخته. آی میرزه رزه قد تمون که چرا به سلطان زدید تپون که سپن شای پونده شد. خدا جزاتو میده نامو کرد. این کتابچه سوال و جواب و استنتاقی است که در مجالس عدیده در حضور این غلام خانزاد ابو تراب و رئیس قراولان اجالتاً به طور ملایمت و زبان خوش از میرزا رضا به عمل آمده است. البته از عیال و اولادش هم پرسجو شده، لیکن مسلم است در زیر شکنجه و صدمات لازمی استنتاق بهتر از این مطالب و مکنونات بروز خواهد داد. و اما در خصوص آن مهملات که مبنی بر خیرخواهی عامه بوده ممکن است در میان مردم بعضی همعقیده داشته باشد، اما در این خیال شومی که داشت حتما همدستی نداشته است. و اگر قبل از وقت از خیال خود کسی را مطلع کرده باشد این فقره در زیر شکنجه و صدمات دیگر معلوم خواهد شد. بسیار خوب، گزارش را امضا کنید.
شناختش رسیده؟ گفتن ببریمت زندان قراول خونه. بلند شو. این شب آخری مهمون اونایی. ایشالا صبح راحت میشه.